سلام، واتساپ کیگنگ، من حامیم و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. گفتم دیگه، خودتونم میدونید که این سبک ویدیو رو دوست دارید و منم قشنگا ساخته شدم برای ساخت این سبک ویدیوها. منم لذت میبرم از میزان ویو هایی که داره میخوره، میزان استقبالی که داریم میکنید. کلا منتظر موضوع داغم که اتفاق بیفته و بتونیم راجبش یه ویدیو کامنتری درست کنیم و حرف بزنیم. از اینترویی که دیدید طریق تامنیل اینا متوجه شدید که موضوع ویدیو چیه. خب امروز اومدیم راجب الناز صحبت کنیم. این الناز نمیگم، اینم خوب چیزیه، آره میدونم، این الناز رو نمیگم، الناز گلرخ. شاید خیلیاتون بدونید الناز گلرخ کیه، شاید همه بعد از این آهنگی که داده تازه شناختینش، شاید اصلا کلن میگید آقای الناز گلرخ کیه اساساً. خب بعد بهتون توضیح بدم که این بشر کیه، اگر بشناسیدش دیگه خیلیاتون در جریان هستید که ایشون کیان. ایشون که سوژه خیلی از دوستان دست به کاره، بعد از کلی کار مدلینگ و بازی کردن با روح و روان ما، این دفعه قصد داره با یه چیز دیگه ما بازی بکنه، یعنی گوش و اعصاب، با اعصابمون میخواد بازی بکنه. ولی من میدونم دوست داشتید از اون چیزا پخش میشه داره. حالا چه جوری قراره با گوش و اعصاب ما بازی بکنه؟ ایشون بعد از کلی کار مدلینگ و کار میکاپ آرتیستی، واقعا دور از شوخی خیلی میکاپ آرتیست خوبیه و همینطور مدل خوبیه. بذار بهتون نشون بدم. این پیج الناز گلرخه. همونجوری که میبینید تیک آبی داره، 2,600,000 فالوور داره. که به گفته خودش بیشتر فالووراش زنن تا مرد. البته ممکنه. چرا؟ چون مردایی که بخوان بیان پیجشون نگاه کنن اکثرا فالو نمیکنن که تو فالوینگشون معلوم نشه. واقعا خانم برازنده ایه، خیلی برازنده است. همچه هرچقدر برید پایین تر بیشتر خودشون میبینید. این آقایی که میبینید دوست پسرشونه، آقای حمید فدایی، که ایشون هم با 500,000 تا فالوئر، یکی دیگه از پسرای مدل من خیلی جذاب خوش هیکل خفنم و دخترا برام میمیرن. از قضا ایشون هم تو آهنگ هست، حالا بهش میرسیم. پیج ایشون هم اگه ببینید فقط میبینید سیکس پکشون هست. همونجوری که میبینید سیس کریستین گری داخل فیلم 50 شید اف گری برداشته و بهش هم میاد. خلاصه این دو زوج خیلی خوشبخت و این خانم بسیار برازنده همونجوری که میبینید خیلی خوب داشتن کارشون رو پیش می بردن، که هر دوستشون مدل بودن و یکیشون که الناز گلرخه کار میکاپ آرتیستی هم میکرد و هدفشون رو داشتن به خوبی انجام میدادن. اینکه با پستا و عکساشون داخل اینستا حسرت بندازن به جون پسرها و دخترای مردم. یه نکته‌ای که راجع به این میکاپ آرتیستا خطریه، این قضیه که اینا میکاپ آرتیستن، بلدن چی آرایش کنن. نمیدونم حالا الناز گلرخ اینجوری هست یا نه، ولی فکر کن یه روز بخوای با یه دستمال و الکل بیفتی به جونش و صورتش رو پاک کنی، واقعا نمیدونی اون زیر چه خبره. دیگه نمونه از کارهای خودش که یه نفر آرایش کرده رو بهتون نشون بدم و به اوج فاجعه پی ببرید. این یه نفره که الناز گلرخ آرایشش کرده، سمت چپی هم دیگه مشاهده میکنید بدون آرایشه، سمت راستی با آرایشه. گایز آرایش معجزه میکنه و الناز بدون آرایش الله خوش عکس نذاشته، همین قضیه منو میترسونه. شغل دو نفرشون هم شغل افریجه، یعنی پسرها اکثرا دوست دارن بادی بیلدر بشن و مدل، دخترها هم اکثرا دوست دارن میکاپ آرتیست بشن و مدل. تو سر خر بزنی میگه من مدلم، من بادی بیلدرم، من مربیم. البته اینا دسته افراد متفاوتن، دسته افرادی که میگن آره دست به درد ما نمیخوره، ما متفاوتیم، ما موفقیم. واقعا کارش خوب بود، یعنی یه سری کاراش رفتم نگاه کردم، تو یه سری مراسم ها قشنگ حرف برای گفتن داشت، کلاس آموزشی میذاره برای میکاپ آرتیستی. یعنی این دو نفر همچین زوج خفنی که همه بهشون احترام میذاشتن و موفق بودن، تو آدم پرفکت کنار هم دیگه زندگی دارن میکنن، گفتن چی بیاین گن بزنیم به هر چیزی که تا حالا درست کردیم، یه کاری کنیم که مردم به خودشون اجازه بدن ما رو مسخره بکنن، به خودم اجازه بدیم که حامی کریم بیاد ویدیو بسازه ما رو سوژه کنه. الناز گلرخ 5,000,000 دلار نتورتشه، یعنی ارزش این فرد داخل فضای مجازی 5,000,000 دلاره. 5,000,000 دلار KSI نتورتش 20,000,000 دلاره. داداش KSI اون نتورتش 5,000,000 دلاره. یعنی الناز گلرخ با داداش KSI هر جفتشون به یه اندازه میارزن داخل فضای مجازی، یعنی با افتخار بکنیم که همچین مدل ایرانی ما داریم.
واقعا به افتخار بکنیم. ولی الناز بذار بهت افتخار بکنیم دیگه، آخه من نمیفهمم این چه آهنگی تو دادی. ما میخوایم بهت افتخار بکنیم ولی تو خودت دوست داری سوژه بشی انگار. پس فردا مدلای کشور دیگه نمیگن که این چیه خوندی، حداقل کلشو فارسی میخوندی که اونا نشنون چی داری میگی. مدل 5 میلیون دلاری ما داره چی میخونه؟ البته یه حسی بهم میگه اینا قص این کارو کردن. واقعا فکر خوبیه، یعنی ایده خوبیه. منم میام یه آهنگ اینجوری درست میکنم، تو کل اینترنت راجعم صحبت میکنم، ولی عوضش نتورکم میره بالاتر. خلاصه ایشون که داشت عکسای مدلینگ خیلی خفن با پوزیشنای خیلی جالب برامون میذاش، یهو تصمیم گرفت تو یه روز این تیزر رو بذاره. عالی، پرفکت، خیلی خوبه. فقط اگه بخوای میوت پلیش کنی. تنها نکته خوبی که میتونم تو این موزیک ویدیو ببینم هیکل و لباس این النازه. این تیزر رو دیروز گذاشت و امروز آهنگ منتشر شد. تو یه پست اینستاگرامی گفته بود که بچا برید آهنگ منتشر شده و پرودوسرش هم مثل اینکه با دوست پسرشه و این پست اینقدر هیت گرفت که پستو پاک کرد. پست این که بچا برید موزیک ویدیو رو ببینید پاک کرد، فقط تیزرش تو اینستاشه. بزن بریم موزیک ویدیوشو با دقت بشینیم نگاه کنیم. 12K دیسلایک داره، 200 لایک. فکر کنم رکورد بیشترین دیسلایک ویدیو ایرانی رو زد، یعنی تموم شد مال اینه. یعنی اولش رو وقتی نگاه میکنی احساس میکنی چه چیزی در انتظاره. فقط 20 ثانیه از موزیک ویدیو گذاشته، من دارم زجر میکشم. You don't ever think you know me. یعنی کسی که داشت اینو میکس و مستر میکرد نگفت که چرا دوتا تینک گذاشتی. یعنی هیچ کس تو اون استودیو یا جایی که داشت اینو ضبط میکردن هیچ کس نبود بگه که این دیگه شتیه. اینو فکر نکن منو میشناسی، خیلی متفاوتم، الان من خیلی پیچیدم، میدونی؟ هیچ کس من درک نمیکنه. Just follow me. Just follow me. کجا فالوت کنم؟ یه سر کپیدی رو تخت. حتی شاید منظورش فالو اینستاه. گایز اگه اینو دارین فالو میکنید منم سابسکرایب کنید دیگه. مرسی. یعنی از این ایرانیزه تر نمیتونستن انگلیسی بخونن. یه بار دیگه گوش کنیم. I don't want nothing about. تو یه مدل 5 میلیون دلاری هستی، تو 2,600,000 فالوور. عاشق اون بک وکال های Just Follow Me هم، یعنی Just Follow Me. هر جا که هستم فقط تصویر چشم. این لول بالاتر موزیک ویدیوه، چرا درک نمی کنید؟ هر جا که هستم تو اونجا نیستی، پیدارم می خونم، قرنطینه زده به مخم، ترسیم اندام زیبات. این صحبت هاییه که معمولا قبل از قرمه سبزی خوردن انجام میدن و خلوت خودشون جذابه ولی برای ما کرینجه، خیلی کرینجه. از نگاه من جذابم خواستن دامن. من دارم چی گوش میکنم؟ میشنستی منو من کم یابم خواستن.
دیدید گفتم؟ با بقیه فرق میکنم، با افکارم خاصه. والا تو همه چیزی که میخوام با یه لبخند زیبا. یه بار دیگه نگاه کنین، با یه لبخند زیبا. خودش داره خندش میگیره، داره چی ضبط میکنه. امکان نره دو نفر یه همچین چیزی درست کنن. مرحله فکر کردن به ساختش، مرحله ساختش، مرحله آماده سازی و مرحله پخشش هیچ کدومشون نگن این چیه. بهترین کورس دنیا. Just follow me. یعنی واقعا گوگوش تو قبرش لرزید بعد از منتشر شدن این آهنگ، و گوگوش زنده است. یعنی انقدر این آهنگ بد بود که نیاز بود که گوگوش بمیره فقط برای اینکه بتونه تو قبرش بلرزه. امید فدایی کپشن موزیک ویدیو رو عوض کرده و نوشته این یه کار متفاوت برای دوران قرنطینه بود، برای سرگرمی بهتر از لایو گذاشتن توهین کردن به هم دیگه. یه نظر من، فکر نمی‌کردم قرار اینقدر مورد توجه قرار بگیره. جالبه. ببین حمید انگار پسر خودم. چون که جفتتون اینفلوئنسر حالا مدلین و میدونین که اینترنت چجوریه، نت چجوریه، واکنش مردم چجوریه، میدونستید که اگر بخوای یه چیز شت درست کنید همچین واکنشی میگیرید. قبل از یه کاری انجام بدید فکر کنید روش. شما خیلی کارهای دیگه میتونستید بکنید برای سرگرمی تو قرنطینه. میتونستید برای دوستان دست به کار توی پورن هاب یه ویدیو منتشر میکردید، خیلی بهتر بود. یکم کامنت های زیر ویدیو رو ببینیم. حالا ما هیچی، خودتون داشتین رو ضبط میکردین، به چیزی شک نکردین، کسی نبود تیم کنه بهتون بگه پلیز دونت دو دت. کسی نبود. کاری به قسمت انگلیسیش ندارم، فارسیشو چرا ریدی آخه خواهرم؟ وقتی کرونا به جای ریه ها میزنه به مغز آدم میزنه. من از گوش هام بابت شنیدن یک 3 دقیقه و 31 ثانیه معذرت بخوام. من یکی از دام توی یک تصادف چند سال پیش فلج شد و به لطف الناز جون امروز از روی ویلچر بلند شد و موزیکو خاموش کرد. نگاه کنید بچه، الناز یه هدف خیر داشت. خب گایز، این بود از این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. خیرستون دارم، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. میخوام اون لایکو، اون لایکو اذیت کنید، مورد آزار قرارش بده. انقدر لایک کنید و ضربه بزنید بهش که مورد آزار قرار بگیره. توی کامنت ها حتما اشاره کنید که کیگنگی. میخوام ببینم نظرتون راجع به الناز و رسپسرش چیه. تو کامنت ها حتما بهم بگید. درستون دارم و تا ویدیو بعد میبینم. Come take a ride, we can go where you like. I wanna see you in slow motion. Come stay the night, we can stay out till it's bright. In the morning, got the top open. Come take a ride, we can go where you like.